بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می خدمت یکایک یک شما بینندگان محترم خصوصا متعلمین عزیزی که ما را همین اکنون از طریق پرده های تلویزیون خود می بینند در خدمت شما عزیزا قرار دارم با یکی دیگر از برنامه های مکتب تمدن امروز ما و شما به خیر 16 همین درس از کیمیای صنف هفتم را با هم دیگه می خوانیم عنوان درس امروز ما هست انحلالیت مواد موضوع انحلالیت را خدمت شما عرض کنم که یک موضوع بسیار پیچیده از نظر دانشمندا بوده و این موضوع از نظر بعضی از دانشمندا یک مسئله فیزیکی است و از نظر بعضی ها مسئله کیمیایی بوده و یک جمعی از دانشمندا در آخر آمدن گفتن هم یک موضوع فیزیکی است هم کیمیایی است همزمان هم یک عملیه فیزیکی است هم یک عملیه کیمیایی درس انحلالیت در کتاب شما در صفحه 29 کتابتان هست صفحه رو که مشاهده میکنین صفحه کتاب درسی مکتبتان است نظر به کتاب های چاپ جدید در صفحه 29 کتاب همی آمده و شاید در کتاب های چاپ قدیم یک مقدار صفحه شمارشش بالاتر باشه از 33 باشه انحلالیت را بعضی از موضوعات را در اینجا آمده گفته اگر هنگام تهیه محلول بوره و آب با علاوه نمودن بوره در آب ادامه دهیم بوره تا یک حد معین در آب حل می شود یعنی وقتی ما اگر بگیریم بوره را داخل آب بندازیم خب معلوم یک قاشق دو قاشق سه قاشق بالاخره یک حد و اندازه داره تا یک حد در حل میشه از او بیشتر قابل حل نیست مقدار اضافی آن در زیر آب تهنشین میگردد یعنی وقتی تا یک حد حل شد از او بیشترش دیگه قابل حل نیست این حالت را به نام این حالت را حالت مشبوع محلول میگویند محلول ها نظر به مقدار ماده منحله که درش حل میکنیم سه قسم از دانش آموزای عزیز سه رقم است من می به تخته برای شما نوشته میکنم که باز هم موضوع را بتانین بهتر درک کنین یکی ما و شما میگیم نظر به انحلالیت نظر به انحلالیت محلول ها محلول ها از نظر انحلالیت اگر ما محلول ها را دستبندی کنیم محلول ها به صورت عموم سه نوع میشن یک نوی ازیر میگن محلول محلول غیر مشبوع محلول غیر مشبوع نوع ادیگیش میگن محلول مشبوع محلول مشبوع و سومین نوع را میگن محلول ما فوق مشبوع بیاین تفاوت بین از این تا رو برای شما از واضح بسازم در محلول های غیر مشبوع به محلول هایی گفته میشن که توانایی حل کردن مقدار بیشتر ماده منحله را در دا خود داشته باشند. به طور نمونه یک گلاس چای داریم یک قاشق بوره داخل از اون مندازیم شور میتیم حل میشه خب ما و شما رو که اگر قاشق دوم بندازیم باز هم توانایی حل کردن در او وجود داره پس این محلول میشه محلول غیر مشبوع حالا یک قاشق دو قاشق سه قاشق بالاخره شاید قاشق پنجم رو که مندازیم دیگه میبینیم که محلول توانایی حل کردن خود از دست داده ما به اون محلول باز دیگه میگیم محلول مشبوع مشبوع حالا لغوی میگن سیر شده یعنی تا یک حد دا اندازهی که دیگه در دا امکان داشت جای میشد ذرات داخل از او افتاده حل شده و از او بیشتر دیگه امکان پذیر نیست و در نهایت یک مقداری از ماده منحله ما که همون بوره باشه شاید در اون پایین گلاس بوره تهنشین شود و بشینه و دیگه قابلیت حل را نداشته باشه پس یک محلول که در حد عظمی رو در خود حل کرده از او بیشتر دیگه قابل نمیتونه در خود حل بسازه او رو میگه محلول مشبوع و اما محلول ما فوق مشبوع محلول های ما فوق مشبوع که از در حقیقت محلول مشبوع با کمک حرارت ما فوق میتونه شود چه قسم؟ ما در محلول مافوق و مشبوع مقدار بیشتر ماده منحل را با کمک حرارت حل میکنیم طوری که اول محلول خو مشبوع شده حالا این محلول که مشبوه هست دیگه این محلول توانایی حل کردن نداره ما رو میبریم بالای گاز میمانیم منبع حرارت حرارت میتیم میشه گرم میایه و کم کم شور داده میریم همون مقدار بیشتری که تهنشین شده بود وام حل میشه بعد از اون ما میتونیم که یک مقدار دیگر هم دو امکان داره قاشق ششم و هفتم بوره هم حل کنیم از این تکنیک جلبی پزا استفاده میکنن شما اگه دیده باشین جلبی پزا را جلبی رو سر یک به اصطلاح روغن وقت سرخ میکنن بعد در وقتی که تقریبا پخته میشه میکشن داخل او بوره میمونن شه که اون جذب کنه شیرینی رو و شیرینی رو به خود بگیره پس محلول ها نظر به انحلالیت سینا است که در اینجا بر شما مطرح کردم و در خود کتابتان این موضوع را آمده بود فقط مشبوعش گفته بود می مطابقی از سفر می و بعدا میریم به صفحه بعدی گفته در درجه حرارت معین مقدار معین ماده حل شونده در یک مقدار معین محلل حل می شود که به نام انحلالیت مواد یاد می گرده. ببین در حرارت معین مقدار معین گفته به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد انحلالیت بوره در 100 میلیلیتر آب 205 گرام است یعنی می حرارت 20 درجه در هر 100 میلی لیتر یا 100 گرام آب حدودا 205 گرام بوره قابل حل شدن هست اگر بیشتر از آن را در آب علاوه کنیم بوره در ظرف تهنشین میشه یعنی شما اگر از 205 گرام بیشتر بندازین فرض کو 206 گرام بندازین اون یک گرام دیگه قابل حل شدن را دینمی درجه حرارت البته ندارد اما اگر ما درجه حرارت رو زیاد ساختیم یا کم ساختیم باز بالای انحلالیت بالای از این مقدار تاثیر میمانه این مقدار هم کم زیاد میشه اگر ای حرارت زیاد شد این مقدار هم زیاد میشه اگر مقدار آب زیاد شد این مقدار هم زیاد میشه و برعکس اگر این تا کم شد یا کم میشه گفته انحلالیت نمک تا در عین درجه حرارت و حجم 38 گرام می باشد ما گفتیم در 100 میلی لیتر آب 205 گرام بوره حل میشه اما از نمک 38 گرامش حل میشه خب عزیزا به خاطر که مطلب را بتانیم بهتر بفهمید من یک دفعه اومدم میره تعریف انحلالیت را برای شما به صورت جداگانه نوشته کردیم خواهش ما از شما این است که قلم و کتابچه داشته باشین موضوعات مهم میشه که ما از صورت جداگانه بیرون نویس میکنیم اینا را لطف کنین پشتان بگیرین و در حقیقت آمیانه بگم شیره و شربت درس همین موضوعاتی است که اینجا نوشته میشه تعریف انحلالیت عبارت از حل شدن مقدار اعظمی ماده منحله در مقدار معین محلل این مقدار معین 100 گرام یا 100 میلیتر آب خالص است در درجه حرارت معین یعنی در 20 درجه سانتیگراد می باشد ببینید یک بار دیگه میگم عبارت از حل شدن مقدار اعظمی ماده منحله در مقدار معین محلل در درجه حرارت معین میباشد اگر کسی از شما پرسان کردی مقدار های معین چقدر است میگی حرارتش 20 درجه است و مقدار آبش 100 میلی بهتر است که در نظر گرفته شود Uh, یک دانگه جدول ما و شما در کتاب داریم جدولی که در صفحه سی کتاب درسی ما و شما هست دقت کنین در این جدول جدول دوم فصل دوم انحلالیت بعضی مواد در 20 درجه سانتیگراد نام ماده حل شونده موادی که حل میشه انحلالیت یا یعنی اون مقدار موادی که به گرام در صد میلی آب حل شده بوره ماده ای هست که حل میشه حل شونده است ما قبلا هم گفتیم میگیم در صد میلی آب خالص 205 گرام بوره حل میشه این انحلالیت بوره هست نمک 38 گرام یعنی در هر 100 میلی آب خالص 38 گرام نمک حل میشه از او بیشتر قابل حل شدن نیست گچ همین گچی که در صفحه کاری خانه استفاده میشه صفر بیست و 26 گرام بسیار کم شد بسیار ناچیز شد صفر بیست رشاری 26 گرامش در هر 100 میلی لیتر آب حل میشه آهک آهک یا چونه که میگنشه سنگ چونه صفر اشاریه صفر, صفر یک سه گرام ده هر صد میلیتر حل شده میره حالا بیاین یک نتیجه گیری کنیم از اینجا ما از این مقدارها میبینیم این مقدارها برای مواد مختلف فرق میکنه برای بوره 205 گرام بود برای نمک 38 گرام است برای گچ 0.26 گرام است برای آهک دو سفر 13 گرام است ما از اینجا اینطور نتیجه گیری کده می میتونیم که انحلالیت هر ماده فرق میکنه یعنی وقتی مواد ما متفاوت میشه پس انحلالیت از وام متفاوت میشه انحلالیت شما فرق میکنه اگر بوره 205 گرام حل میشه به این معنا نیست که کل مواد باید 205 گرامش حل شود بعضی مواد امکان داره از بوره کده بیشتر حل شود بعضی مواد به اندازه بوره حل شود و بعضی از مواد کمتر از بوره حل شود این در مورد جدول بود که در کتاب وجود داشت و یک فعالیتی که در همون صفحه سی کتابتان وجود دارد طریقه ساختن نبات رو برای شما یاد میتن شما میتونید تجربه رو در خانه انجام بتین نبات بسازید سامان و مواد مورد ضرورت یک ظرف مقاوم حرارت یک چیزی که بتونید او حرارت مثال یک دیگ ارمونیایی فرق نمیکنه یک کاسه که نشکند سر گاز 200 بوره تقریبا 200 ام با... تقریبا یک گلاس یک چیز کمتر از یک گلاس 200 میلی لیتر هم آب میتونی یک گلاس بوره یک گلاس هم تقریبا آب بگیرین منبع حرارت گازی که در دا خانه دارین ظرف تار خب تار که فرض کنیم تار که در خانه هست دیگه تار لیافدوزی باشه بهتر است میله شوردهنده قاشق را میتونی بگیری فرق نمیکنه ترازو اگه این ترازو نبود ماا چندان اهمیت نداره که حتما ترازو باشه قاشق گیرنده مواد طرز عمله گفته 200 گرام بوره رو در بین 200 میلی آب در یک ظرف مقاوم حرارت بریزید ما یعنی هر بوره و آب رو مخلوط میکنیم شور میتیم حل شود سر گاز میمانه میشه که خوب حرارت داده شود مخلوط به دست آمده را بالای منبع حرارت گذاشته به آهستگی حرارت میدیم یعنی همون منبع گاز بعد کم کم هر... گازش پخش میمانیم که کم کم حرارت داشت بخوره تا به طور کامل در آب حل گردد حرارت را تا زمانی ادامه دهید که یک محلول نسبتا غلیز تشکیل گردد کم کم حرارت داده میریم شور داده میریم آهسته آست آهسته محلول شکل غلیز را به خود میگیرد تار را وسط توسط سرش و داخل ظرف دومی بر چند جای بچسبانید فرض که یک گلاس دیگر میگیریم در قسمت متفاوتش ما شما در جداره هایش که یک در اشکاستیپ یا شرش تار را میچسبانیم در جای متفاوتش سپس محلول آماده شده را در آن بریزید میگیریم خالی میکنیم داخل از دو محلول را سر ظرف را پوشانده برای یک روز بگذارید بعد از آن ظرف را باز نموده و خودتان خواهد دیدین که در دور تار یعنی قسم نبات تشکیل شده خب معلوم داره که رنگش قسمی نیست شما اگه خواستین نبات رنگی باشه باز میتونین به با علاقه خودتان رنگ خوراکی کمی دهش اضافه کنین هر رنگی که شما میل دارین علاقه دارین صفحه سی کتاب درسی آب به حیث محلل میگه تا حالا فکر کرده اید که چرا از آب برای شستشوی کالا، میوه، بدن، دست و پا و غیره استفاده به عمل می آید؟ آب یک محلل خوب است محلل به این معنا که میتونه هر چیز در خود حل کنه یا اگر هر چیز نگیم اکثریت موادی که در اطراف ما است توسط آب قابلیت حل را دارد گرد و ذرات مواد مختلف را که در بدن ما لباس میوه و غیره نشسته اند در خود حل نموده و از بدن یا لباس لباس مورد نظر دور می سازد و باعث پاک شدن مواد مورد نظر از آلودگی ها می شود ببینید دوستای عزیز آب را ما می تونیم این یک محلل برای اکثر مواد استفاده کنیم یعنی در اکثر کارهای روزمره ما و شما آب من حیث ماده حل کننده استفاده میشه در پخت پز استفاده میشه در شستن استفاده میشه در کارهای بسیار زیاد متنوع اگر ما چند لحظه بشینیم فکر کنیم میبینیم که در اونجا آب حتما ضرورت روزمره هست یک دانه یک فعالیت داره در کتاب شما و گفته که در اینجا شما چند تا ظرف مختلف دارین چند تا ماده مختلف بورن، نمک، روغن، ریگ و گچ بعضی هایش در خانه میتونین انجام بتین مثلا بوره و نمک و روغن و ریگ را و حتی شاید هم گچ در دا خانه داشته باشین پنج تا گلاس بانین یا یک مقدار آب درش بندازین در یکیش بوره را بندازین در یکیش نمک در یکیش روغنه، در یکیش ریگ و دیگهش گچ را شور میتین و میبینین که کدامش به چی اندازه حل میشه حل نمیشه می تشخیص میدین که بوره در آب از جمله مواد منحل است غیر منحل است یا کمتر منحل تشخیص میدین که نمک در آب منحل است اگه حل شد منحل اگه کمکی حل شد کمتر منحل اگه هیچ حل نشد غیر منحل ما من از میال بر شما یک نقل بتون روغن در آب حل نمیشه ببین در روی آب مانده پسی میشه از جمله مواد غیر منحل این در مورد فعالیت که در کتاب شما بود خب به این ترتیب ما شما رسیدیم به پایان درس 16 هم. امیدوار هستم که درس امروز را فهمیده باشین تا دیدار بعد همگی تان را به خداوند یکتا می سپارم